سلام دوستان، خب تو این ویدیو میخواییم در مورد نحوه برنامه ریزی و تعیین بودجه مورد نیاز واسه سفرها صحبت بکنیم. خب ما این اکسل رو توسط VBA توسعه دادیم و حالت یه نرم افزار پیدا کرده که خیلی راحت میتونیم با استفاده از اون برای سفرهای خودتون برنامه ریزی کنیم، تعیین کنیم که چقدر بودجه لازم داریم، چه افرادی تو این هزینه ها شریک هستن و در آخر سهم هر کس چقدر هستش و اینکه یه گزارشی از کل اون سفری که داشتین تایید داشته به دست میارین و اینکه مقایسه میکنین با سفرهای قبلیتون که چقدر هزینه کردین و تو چه مواردی بیشتر هزینه کردین. اگر برای اولین بار هست که این اکسل رو باز میکنین، ممکن یه ریبون زرد رنگ این بالا ببینین که این به خاطر ماکروها هستش که ما اینجا قرار دادیم و توسعه دادیم و حتما اون رو enable content بکنین و مطمئن بشین که enable content رو زدین، اونو نبستیم، اینیبلش کردیم که بتونین از این ماکروها استفاده کنیم. خب فرض کنین من اینجا از قبل داده ها رو وارد کردم و یه سفری رو میخواستم به جنوب داشته باشم با دوستان خودم و تو این سفر میخواستیم بریم اصفهان، یزد، کرمان، شیراز و بعد برگردیم خونه. خب این برنامه رو ما ایجاد کرده بودیم و داده هاش قرار داره، اما اگر شما واسه اولین بار میخواین استفاده کنین از این اکسل، همه داده‌های قبلی رو با استفاده از این دکمه قرمز رنگ حذف کنین که داده‌هایی که ما به صورت سمپل اینجا قرار دادیم حذف بشه و حالا دیگه داده‌های خودتون رو بتونین بزنین. پس اولین کاری که میکنین حذف داده‌های گذشته هستش. خب فرض کنین یه سفری رو که مثلا دو تا مقصد داره، به دو تا شهر می‌خوایم بریم، با تعداد مثلا 4 نفر از دوستانمون می‌خوایم شروع کنیم، حالا یا با خانواده یا با دوستان فرق نداره. اولین کاری که باید بکنین که تعداد مقاصد سفرتون رو مشخص کنین. میخوایم بریم کجا؟ فرض کنین میخوایم بریم شمال، میخوایم اول مثلا چالوس نگه داریم، یکی دو روز تو چالوس باشیم و بعد بریم مازندران، مثلا بابلسر میخوایم بمونیم. خب پس دو تا شهر ما میخوایم بمونیم و اونجا باشیم. و البته اینم در نظر بگیرین، اگر تو یک شهری فقط میخواین یه ایست بکنین و غذا بخورین، اون دیگه مقصد شما نیستش، اون فقط یه جایی هست که وایسادین و غذا خوردین. اما اگر میخواین مثلا یک شب اونجا بمونین، میتونین اون رو به عنوان مقصد در نظر بگیرین، اما حداقل تعداد روزهایی که تو مسیر هستین، چون یه روز هستش، اگر کمتر از یعنی خود یک روز رو اونجا میمونین و یه شب میخوابین و باز دوباره به سفرتون ادامه میدین، همون در واقع یه روز جزء سفرتون به حساب میاد. و بعد هم اسم سفرم رو باید مشخص کنم، شمال در بهار مثلا، شمال در بهار مثلا با دوستان. خب اسم سفر رو حتما مشخص کنیم، چون توی آیدی یکتایی که واسه سفرها ایجاد میشه این استفاده میشه. بعد اینکه این سه تا مورد رو تعیین کردیم، دکمه ایجاد یک برنامه جدید رو بزنیم. وقتی دکمه ایجاد یک برنامه جدید رو بزنیم، این دوتا جدول خالی میشن و بر اساس این جدول اندازه اونا تعیین میشه. یعنی دوتا مقصد داریم و بعد برمیگردیم خونه. خب ما فرض کنیم اول میریم چالوس به طور مثال و بعد میخواییم بیاییم بابلسر و بعد برمیگردیم خونه. روش رو سفر کردنتون هم اینجا میتونین انتخاب بکنین. فرض میکنیم با خودرو میخواییم بریم، در صورتی که یه سفری رو مثلا با هواپیما، کشتی، هر چیزی میتونین اینجا انتخاب کنین. اما اگر مثلا یه چیزی بود که اینجا وجود نداشت، میتونین برین تو شیت آخری که اینجا وجود داره، بیسیک دیتا، یکی مونده به آخر بیسیک دیتا، اینجا روش های سفر رو که نوشتیم بر اساس نیاز خودتون تغییر بدین. خب برمیگردیم به شیت اول. پس من اینجا کلن میخوام با ماشین برم و با ماشین هم برمیگردم منزل. خب تعداد روزهایی که در مسیر هستیم، میدونیم که اصلا مثلا من از تهران میخوام برم چالوس، یک روز کمتره، من مثلا ظرف 3-4 ساعت میرسم چالوس، اما به ساعت نمیتونم اینجا بزنم، حداقل تعدادش روز هست، یک روز در مسیر هستم. اگر چالوس چون میخوام بمونم، شب اونجا بمونم و اقامت داشته باشم، یک روز رو میگیره از من، ولی تعداد ماندنهای من تو چالوس دیگه صفر است. همون یک روز رو که موندم، یه شب میخوابم، میخوام بعدش راه بیفتم بیام چالوس،
چالوس هم اون روزی که تو مسیر هستم یک حساب میشه، تا آخر شبی که برسم اونجا حتی مثلا برم خود چالوس هم ببینم جزء همین یک روز اول حساب میشه، به هر حال روز مسیر من بوده. و میخوام مثلا یک هفته 7 روز اونجا بمونم، یعنی وقتی که رسیدم شب شد تموم شد خوابیدم، از صبح فرداش حساب میشه 7 روز میخوام اونجا بمونم، 7 روز و 7 شب. پس این تموم شد و بعد 1 روز هم طول میکشه که برام به منزل برسم و تعداد روزهای موندن در خانه من صفر هستش. اگه توجه کنیم ما اینجا فارسی نوشتیم انگلیسی نوشتیم، بهتره که انگلیسی باشه چون این لغت توی کدهای وی بی ای استفاده شده. بعضی از ویندوز ها ممکنه فارسی رو توی وی بی ای خوب متوجه نشن، بخاطر همین این مواردی که انگلیسی هست رو بذارین بمونه، اما اونایی که فارسی هست رو میتونین تغییر بدین، مشکلی نداره. عناوین شیت ها رو میتونین خودتون فارسی کنین، اینم مشکلی نداره. خب هزینه سفر کردن چقدر هستش؟ من با خودرو دارم میرم چالوس، بنزینی که میخوام بزنم چند کیلومتر هستش؟ میتونم حساب کنم و هزینه سفرم رو اینجا بنویسم، چون اینجا هم بنزین اگر با هواپیما میرین مثلا جایی بعد هزینه تاکسی گرفتن تا فرودگاه رو حساب کنیم، بعد بلیت هواپیما رو، بعد هزینه تاکسی تا هتل رو که میشه هزینه سفر، و کارهایی که تو اون روز دارین انجام میدین. مثلا رسیدین هتل با هواپیما هم رفتین، وقت دارین میخواین برین مثلا بیرونم بگردین، باز دوباره هزینه تاکسی جزء هزینه وسیله سفر تو اون زمان تو اون روز میشه، یعنی روز اولی که کلا در مسیر هستین. فرض کنیم مثلا چه میدونم بنزین لیتری 1000 تومان هستش، ما لازم داریم مثلا 50 لیتر بزنیم میشه 50,000 تومان، واسه هر کدوم اگه مثلا این بشه 40,000 تومان و واسه برگشت هم 50,000 تومان لازم داریم. این ممکنه سفرهای خارجه داشته باشین شما، مثلا میخواییم برین خارج از ایران. تو خارج از ایران که میخواییم برین به دلار و یورو داریم خرج میکنیم، شما ریالتون رو داریم به دلار و یورو تبدیل میکنیم، پس اینجا تمام موارد رو بر اساس تومن باید بزن یا ریال بزنین که اینقدر دلار خریدین رفتین حالا خرج کردین، ولی تمامی هزینه ها بر اساس یک ارز باید صورت بگیره. اگر ریال دارین استفاده میکنین بهتره که همیشه از ریال استفاده کنین، و اگر دلار دارین استفاده میکنین همیشه از دلار استفاده کنین. چرا؟ چون مقایسه بین کارهایی که انجام میدین اون وقت یک شاخص باید داشته باشه تا بتونیم خوب مقایسه کنیم، و حتی مقایسه بین سفرهای گذشته هم چون میتونیم انجام بدیم، بین چندین سفر مختلف بخواییم مقایسه انجام بدیم، اگه یکی دلار باشه یکی ریال باشه نمیتونین مقایسه رو انجام بدین، پس بهتره همه رو یا بر اساس ریال و تومان برین جلو یا بر اساس دلار و یورو هر کرنسی که استفاده میکنین. خب تو مسیر ما مثلا نهار میخوریم، شام ممکنه بخوریم، این هزینه ها رو میتونیم در نظر بگیریم. مثلا 200,000 تومان هزینه خورد و خوراکمون میشه، 4 نفر هستیم، یکم بیشتر ممکنه بشه، مثلا 400,000 تومان در نظر بگیریم شام و نهار. واسه مثلا بقیه موارد هم من به طور مثال میذارم، ولی بهتره که این تخمین و برآورد رو دقیق‌تر انجام بدین. هر چقدر دقیق‌تر انجام بدین بهتر میدونین که چقدر باید پول با خودتون ببرین، چقدر مثلا اگه سفر خارجه میرین چقدر پول باید تبدیل کنین. تخمین زدن خیلی مهم میشه مثلا تو سفرهای خارجه، چون ما اونجا شاید دسترسی نداشته باشیم که پول کسی واسم واریز کنه، و بهتره تا جای ممکن تخمین بهتری رو بزنیم. خب وقتی که تعیین کردین کجا میخواییم برین و چند روز در مسیر هستین و چقدر تو اون شهر میخواییم بمونین و هزینه‌هاش رو تعریف کردین، میایم تو جدول بعدی اسم مسافرها رو میزنیم. مثلا من خودم، دوستانم، میخواییم با همدیگه بریم مثلا این مسافرت رو داشته باشیم، 4 نفری میخواییم بریم. نرخ مشارکت در هزینه ها رو میزنیم. مثلا دوستان اصولا خب تقسیم یکسان انجام میدن، ولی اگر مثلا با خانواده دارین میرین، مثلا شما و همسرتون و بچهتون و مادرتون رو میخواییم بریم، همه هزینه ها شاید برگردن شما باشه. واسه اونایی که هزینه قرار نیست پرداخت، فرض کنیم مثلا من مهمون دوستانم هستم، باید 0 در نظر بگیریم. واسه بقیه باید یک عدد بین 0 و 1 در نظر بگیریم. مثلا بین مثلا من و علی هزینه هامون نمیدیم، این 2 نفر قراره هزینه ها رو نصف نصف بدن، بعد 50-50 در نظر بگیریم. یا اگر قرار باشه به صورت مساوی در نظر بگیریم میشه هر کسی 25 صدومه
25% از هزینه ها یا 25% از هزینه ها رو داره توش مشارکت میکنه. پس باید ببینیم که سهم هر شخص در کل مجموعه موارد چقدر میشه. این واسه این که در آخر بتونیم وقتی کل هزینه انجام شد به راحتی حساب کنیم. توجه کنید مجموعه کل این نرخ ها باید مجموعش یک بشه بین همه افراد. اگر این یک نفر صفر میشه، این درصد مشارکتش باید بین بقیه تقسیم بشه که میشه 33% واسه هر کس، که مجموع کل برابر با یک بشه. حالا فرضمون چون دوست هستیم، هممون داریم دونگی میریم و مساوی هم در نظر داریم، یه دونه ستون دیگه اینجا گذاشتیم واسه اینکه بدونیم هر کسی مثلا قراره چه چیزی بیاره، چه مواردی بیاره، نکته‌ای لازم باشه قبل شروع سفر در نظر بگیریم. اینا رو اینجا میتونیم یادداشت کنیم که وقتی میخوایم سفرمون رو شروع کنیم بیایم نگاه کنیم ببینیم هر کسی قراره چه وسایلی بیاره مثلا، و این حالت یه چک لیست داره. میتونین چک لیست رو توی جای دیگه هم داشته باشین، ولی اینجا مثلا اگر خواستین بیاین قبل بهش برنامه‌تون رو چک کنین چه وسایلی بیارین، این میتونه کمک کنه که حالت یه نکته یادداشت باشه. اینا میتونه هر چقدر خواستین بزرگ و کوچیک بکنین، مشکلی نداره. خب بعد اینکه اینا رو مشخص کردین، این شیت تموم شد و مشخص شد، باید برین تو شیت بعدی دیز دیتیل. توی دیز دیتیل تنها کاری که باید در نظر بگیرین، این چیزایی که فارسی هستن مشکلی نداره تغییر بکنه، ولی انگلیسی ها رو تغییر نه، چون فرمول توشون استفاده شده. مثلا من یکم زوم اوت کنم. خب وقتی اومدین توی شیت دوم، ایجاد برنامه روزانه رو بزنین. وقتی که ایجاد برنامه روزانه رو زدین، بر اساس مواردی که تو بیسیک انفورمیشن نوشته بودین، میاد اینجا جدول روزانه رو تعیین میکنه. یه تاریخ باید اعلام بکنین. این تاریخ رو باید به صورت میلادی بزنین، چون به صورت خودکار خیلی موارد عملیات تاریخ رو انجام میده. ما میلادی در نظر گرفتیم و حالا شاید سفرهای داخلی مثلا خورشیدی بیشتر استفاده بشه و خورشیدی خوب باشه، ولی اگر سفرهای خارج از ایران میرین خب بیشتر میلادی کار میکنه و توی این نرم افزار میلادی بیشتر کاربرد داره تا خورشیدی. بخاطر همین ما هم میلادی در نظر میگیریم. فرض کنیم مثلا من سال 2019 ماه 3 میخوام این سفر رو آغاز کنم. البته من چون قبلا دیتا وارد کردم و میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم، نمیخوام تداخل داشته باشه، میذارم سال 2020 که یه تاریخ جدید واسه من باشه، چون تو یه تاریخ نمیتونم دو جا باشم، که چون قبلا این تاریخ رو استفاده کرده بودم واسه دادای نمونه، یه ذره اونورتر میزنم که بتونیم بهتر ببینیم. خب وقتی یه تاریخ رو مشخص کردیم اوکی کنیم. حتما بهتره که تاریخ رو مشخص کنیم واسه گزارش گیری و اینا، این تاریخ استفاده میشه وگرنه اونجا ممکنه به ارور برخوریم. خب وقتی که تاریخ رو اوکی کردیم، اینجا توی روز دیت رو هم میبینیم که داریم تاریخ ها رو، روز 1 تا 10، یعنی من 10 روز سفر دارم در مجموع تو سفر هستم. روز اول که تاریخش هم اینجا مشخصه، در مسیر به چالوس هستم، اونجا یه شبم میخوام بخوابم. فرض کنین مثلا 150,000 تومان پول اقامت من میشه، پول هتل یا هر جا که میرم، 15,000 تومان نوشتم، 150,000 تومان و حمل و نقل مثلا 50,000 تومان. اگر اشتباه در اینجا محاسبه کرده باشیم، برفرض اگر 2 روز تو مسیر بودیم، این 50,000 تومانی که زده بودیم توی 2 روز تقسیم میشد، 25-25 میزد. مثلا ما یه جا اگر بنزین میزدیم باید همو اولش میزدیم، ولی مثلا خیلی وقتا مثلا ما میزنیم بعد وسط مسیر هم باید بزنیم، بخاطر همین تقسیم بر 2 میشد on the road. اگر مثلا 2 روز تو چالوس بودم، اونجا 50,000 تومان تو بیسیک اینفورمیشن میزدم، اینجا 25-25 میزدم. میتونیم اینجا تغییر بدیم، هیچ مشکلی نداره. مثلا من اینجا اشتباه برآورد کرده بودم، میشه 60,000 تومان، میتونم راحت تغییرش بدم. تفریح و سرگرمی هم هزینه‌ای هست که مثلا اونجا میخوایم بریم بگردیم، چیزی رو ببینیم. فرض کنیم مثلا ما توی یه شهری رفتیم، یه موزه رو میخوایم ببینیم، بلیت موزه باید بخریم، یا میخوایم بریم سینما، تئاتر، هر چیزی. پس بعد هزینه اون بلیت یا کار گردشگری که واسه تفریح سرگرمی دارم انجام میدم، بنویسم. فرض کنیم مثلا میخوایم بریم یه جایی رو ببینیم، نفری 10,000 تومان بلیتمونه که میشه 40,000 تومان. فرض کنیم مثلا خریدی رو میخوایم انجام بدیم، بعد مثلا میخوایم بریم لباسی بخریم، سوغاتی بخریم واسه خانواده، مثلا 200,000 تومان سوغاتیمون میشه تو چالوس میخوایم بخریم.
غذا و خوراک هم میخوایم بریم، خب رستوران چیزی میخوریم، بعد اینجا هزینه ها رو بزنیم. به ازای هر روز باید این هزینه ها رو مشخص کنیم. یه جا نوت داریم، تو این نوت خیلی خوبه که حتما کارهایی که تو اون روز میخواین انجام بدین رو بنویسین. حتما مثلا ما بنویسیم که بنزین مثلا خودرو مثلا خودرو به تعمیرگاه معاینه شود، خودرو معاینه شود، بنزین زده شود در چالوس، مثلا حتما رستوران فلانی، یه رستورانی از قبل میشناسیم برویم، یادمون نره، مثلا اینا رو میتونیم بنویسیم، کارهایی که میخوایم انجام بدیم و یادمون باشه. یا مثلا دریاچه فلان دیده شود و غیره. هر کاری که میخوایم انجام بدیم و در هر روز بهتره بنویسیم که اون موقع که میخوایم مثلا تو سفر هستیم یادمون نره. واسه روزه دیگه هم به همین صورت، یعنی میایم تک تک موارد رو اینجا بر اساس کارهایی که میخوایم انجام بدیم و هزینه‌هایی که داریم، مثلا بهتر اول کارهایی که میخوایم انجام بدیم رو بنویسیم، بعد بیایم هزینه ها رو برآورد کنیم. به اینقدر قرار بنزین بدیم، اینقدر قرار پول بلیط بدیم، اینقدر قرار رستوران خرج کنیم، هزینه اقامت داریم و غیره. تا قبل از سفر وقت داریم تا دلتون میخواد این رو تغییر بدین، درستش کنین و ایجاد کنین. وقتی که تموم شد و مطمئن شدین که خوب برآورد کردین و همه چیز رو نوشتین، بیاین توی قسمت سامرایز پلان نهایی سازی برنامه رو بذارین. قبل اینکه نهایی سازی برنامه رو بذارین، کل بودجه رو اینجا بهتون داره نشون میده، چون فرمول نوشتیم خودکار آپدیت میشه و نشون میده. و مطمئن باشین که برنامه‌تون نهایی شده، بعد نهایی سازی سفر رو بزنین، چون یه کد به ازای هر سفر ایجاد میشه. خب نهایی سازی سفر رو بزنین، اینجا شروع میکنه تمام اطلاعات رو آپدیت کردن. فرمولا که خودش آپدیت شده بود، میگه کل بودجه سفرتون 1,560,000 تومان لازم دارین که برین شمال برفرض. توی مسیر 1,560,000 تومان دارین خرج میکنین. بعد هزینه اقامتتون 150,000 تومان شده، حمل و نقل 150,000 تومان شده، تفریح اینقدر شده، غذا و خورد و خوراک 1,200,000 تومان شده. چرا؟ فکر میکنم اینجا 400,000 تومان، آره دیگه مثلا 3 تا 400,000 تومان زدیم، 1,200,000 تومان شده دیگه. خب پس این داره به شما همین الان میگه که آقا 1,560,000 تومان بسید سفر لازم داریم. هر کسی چقدر باید بذاره، سهم هر کسی هم قبل سفر اینقدر هست. یعنی آقای آرمین کشاورزی اینقدر نقد باید تو جیبت باشه، علی جان اینقدر نقد باید تو جیبت باشه، هر کسی اینقدر پول باید همراه خودش بیاره و اینقدر خرج بکنه. تو هر کدوم از این شهرها هم اینقدر هزینه میکنیم، زمان رسیدن و زمان خروج به هر شهر رو هم به دست میتونیم بیاریم، چون یک روز بوده اینجا نتونسته حساب کنم. تو همون روز اول سفر هستش، تا تو همون روز میرسیم و تو همون روز خارج میشیم. بعد هزینه هر کدوم از این مسیرها رو هم داره به ما میگه و گانچارت ما رو هم میکشه که میگه آقا تو هر روز کجاها هستیم. و این مثلا میگه روز اول چالوسیم، روز دوم تو مسیر بابلسر هستیم، این روزها توی بابلسر هستیم و بعد داریم میایم خونه. اگر دیدیم مربعه، به خاطر اینکه خب تعداد صفره ما یکم زیاده، این نمیتونه نشون بده، یا یکم بزرگش کنیم، مثلا اینجا رو بگیرین دابل کلیک کنین که بزرگ بشه، یا یعنی اینکه فونت رو کوچیک کنین که مشخص بشه دیگه، مربع مربع نباشه. اینجا هم پس میگه تو هر روز کجا هستیم، گانچارتش هست و چقدر هزینه داریم میکنیم. خب این برنامه سفر ما میشه. این تا زمانی که ما هنوز سفر رو شروع نکردیم اوکی هستش، میتونیم ببندیم. حالا فرض کنیم یه روز مونده میخوایم بریم سفر، این اکسل رو باز میکنیم دوباره، میایم برنامه‌مون رو مرور میکنیم، میبینیم آقا ما چه وسایلی لازم بود ببریم، اینا رو همه رو آماده میکنیم، یه مروری روی دیز دیتیل میکنیم، یه مروری روی مثلا هزینه ها و مبالغی که باید با خودمون بیاریم میکنیم و بعد میریم اکچوال کاست، یعنی شیت بعدی رو باز میکنیم. این جایی هستش که من میخوام دیگه سفرم رو شروع کنم. در واقع به صورت خودکار اینها اول سفر من وقتی که نهایی سازی رو میذاریم میاد، میگه میخوام برم چالوس. اینا مواردی هست که باید من تغییر بدم.
خب قبل اینکه حالا شروع کنیم، ببینید اینجا دو تا آیتم هست که میتونیم تیک بزنیم. این واسه اینکه تاریخ و وضعیت به صورت خودکار جلو بره. اگر من تیک مثلا تاریخ رو بزنم، بر اساس تاریخ کامپیوتر من این روز خودکار هر دفعه آپدیت میشه. یعنی من اکسل رو ببندم، فردا باز کنم، تاریخ روز بعد میاد واسه من. پس اگر تیک این رو بزنیم، فرمول میاد اینجا و خودکار روز آپدیت میشه. اگر تیک اینم بزنیم، بر اساس روز من، وضعیت من که در مسیر هستم یا مثلا تو کدوم شهر هستم به روز میشه به صورت خودکار، که بر اساس شماره روز داره میره جلو. اما اگر تیک این نباشه، باید دستی اینا رو تغییر بدم. مثلا اگر تیک این رو بردارم، دیگه اینا پاک میشه. حالا من باید بگم وضعیتم مثلا در مسیر و رفتم به چالوسه. در صورت که ما بر اساس برنامه بریم جلو، خوبه که این تیک ها باشه و مخصوصا تیک دیت باشه که هر روز که باز میکنم بر اساس اون میرن جلو. اما اگر از برنامه خارج شده باشیم، دیگه مجبوریم دستی اینا رو تغییر بدیم. مثلا به جای اینکه روز اول من چالوس باشم، یا مثلا توی نوشهر میرم، مثلا کلا یه جوری شهر رو عوض میکنم، یه شهر دارم اضافه میکنم. شما برنامه‌تون جای خودش، ولی دیگه بعد این تو این فرم بر اساس کارهایی که واقعا انجام میدیم بنویسیم. دیگه تیک این رو برمی‌دارم، مقاصدم رو تغییر میدم، مثلا به جای چالوس می‌نویسم نوشهر. خب میتونم اینجا بنویسم، مشکلی نداره اگر توی این لیست هم وجود نبود، یا یه کس دیگه هم به ما اضافه شد تو مسیر، مثلا قلی به ما اضافه شد، میتونم دیگه قلی اومده مثلا هزینه‌ای یه چیزی رو پرداخت کرده واسه ما، میتونم اون رو هم اضافه کنم. ولی اگر مثلا بر اساس برنامه میرین جلو، این تیک رو حتما بزنین و بر اساس واقعیت برین جلو و مثلا رو برنامه که داریم میرین جلو، میتونیم بر اساس این تیک ها کمک کنه و ما خیلی چیزا رو خودکار بریم. خب فرض کنیم میخوایم شروع کنیم بریم به مسافرت. بر اساس برنامه گفتیم اول باید بریم خودرو معاینه بشه. پس بعد بریم معاینه خودرو. ما فرض کنیم مثلا اون کسی که معاینه کرده گفته مشکلی نداشته، ولی 20000 تومان بهش انعام دادیم، دشت دادیم. پس این پرداخت کننده، حالا هر کسی که بوده، مثلا اگر من ماشین آوردم و پرداخت کردم، میزنم آرمین کشاورزی، دلیلش هم حمل و نقل هستش، کار جزء کارهای حمل و نقل بوده، پس حمل و نقل رو انتخاب میکنم. و بعد اینکه اینجا نوشتم، میزنم روی ثبت. وقتی ثبت رو بزنیم، اینجا میبینیم که کل هزینه های سفر تا کنون، یعنی از زمانی که سفر انجام شد تا الان 20000 تومان خرج شده، امروز هم 20000 تومان خرج کردم. این هر دفعه که من ثبت رو میزنم، هزینه ها رو میبره بالا. این بر اساس کل سفر من و این بر اساس این روز من انجام میشه. و من برنامه داشتم 670000 تومان امروز خرج کنم، که اگر بیشتر شد میفهمم که آقا من بیشتر از برنامه دارم خرج میکنم، و اگر کمتر شد متوجه میشم کمتر از برنامه است. و خب میتونم همون لحظه ببینم چقدر بودجه باید مصرف کنم و چقدر میتونم نگه دارم. خب وقتی که مثلا هزینه معاینه خودرو رو دادیم، بعد بریم بنزین بزنیم. مثلا 50000 تومان هم میریم بنزین میزنیم. مثلا این رو علی پا میشه میاد میگه که آقا من پول بنزین رو میدم، بنزین خودرو، و بعد ثبت رو میزنیم. اگه توجه کنین دوباره اینجا هزینه ها اضافه شدش. و یه مورد دیگه فرض کنیم مثلا یه شخصی، حالا بذار جلوتر بهتون میگم، فرض کنیم مثلا من الان متوجه شدم هزینه بنزین علی گفت نه با 50 تومن نبوده که، من 45 تومن دادم، و به خاطر همین این رو تغییر میخوام بدم 45000 تومن و اصلاح رو بزنیم. این اصلاح رو که بزنیم، آخرین سطر اصلاح میشه. اینو یادتون باشه، آخرین آیتمی که اضافه کرده بودین اصلاح میشه، و اگر حذف رو بزنیم، آخرین آیتمی که حذف زده بودین حذف میشه، یعنی اون بنزین حذف شد الان، و مثلا میتونین دوباره ثبت بزنیم. خب پس بنزین رو هم دادیم، حالا شروع میکنیم میریم مثلا غذا میخوریم، هر کاری میکنیم، مثلا همه اینا رو تک تک میزنیم. وقتی که اینجوری میتونین، مثلا شاید سخت باشه لپتاپ مثلا تو مسیر همیشه جلو دستتون باشه، تا یه تغییری ایجاد شد یا هزینه کردین اونجا بزنید، دیگه یه بار صبح ها باز کنین، یه بارم شب ها
فقط رو کاغذ نوشته باشین که تو اون روز چه هزینه‌ای کردین، شب که مثلا رسیدین هتل یکم وقتتون آزاد شد اکسل رو بیارین بالا، تک تک هزینه ها رو بزنین. اینطوری لازم نیست که لپتاپ جلوتون باز باشه تا یه بستنی خریدین بیاین بزنین، کافیه تو یه کاغذی تو گوشیتون بنویسین شب که اومدین هتل یا مثلا وقت داشتین توی منزل اینا رو وارد کنین. حتی میتونین آخر سفر روی کاغذ همه رو نوشتین، برگشتین اینا رو دونه دونه بیاین ثبت کنین، ولی حجمش زیاد میشه، ممکنه اشتباه بکنین. مثلا بهتره که هر روز واسه اون روز رو بزنین، مثلا اینکه برنامه‌تون هم اینجا دارین، صبح اول پا میشین برنامه‌تون رو نگاه میکنین، قرار بود این کارا رو بکنین و بعد میرین تک تک کارهایی که انجام دادین رو مینویسین، شب هم میایین اطلاعاتتون رو وارد اکسل میکنین توی لپتاپتون. خب فرض کنیم مثلا روز بعد مثلا دو رو میزنم چون حالا چیزی تو برنامه ننوشته، اینجا ناتین نشون میده، میام اینجا برنامه‌مو نگاه میکنم صبحش، میرم حالا دیگه میبندم لپتاپو، میریم کارامون رو انجام میدیم، هزینه‌مون رو خرج میکنیم، بعد نوشتم اونا رو شب که اومدیم دونه دونه اینا رو مثلا ثبت میکنیم. اگر توجه کنیم مثلا روز دو الان اینجا هزینه امروز من 0 440,000 تومان میتونم هزینه کنم، کل هزینه سفرم تا الانم اینقدر، مثلا اینقدر دوباره بنزین زده باشم میاد اینجا اضافه میشه 45,000 تومان مثلا امروز خرج کردم. خب این کار رو تا آخر سفرتون انجام بدین هر روز. وقتی یه سفرتون تموم شد برگشتین خونه و حالا نشستین میخواییم ببینید چقدر هزینه، میخواییم ببینید چقدر هزینه کردین و سهم هر کس هم چقدر شده و گزارش ببینید دیگه، میایین توی شیت بعدی travel report، توی اینجا دوتا دکمه دارین قبلش، حالا اینا چون فرمول نمیشون خودکار آپدیت شده، این گزارش بر اساس کد یکتایی که اینجا قرار داده شده تهیه میشه و این کد هم هر دفعه آخرین برنامه شما هستش. اگر مثلا یه موقعی خواستیم مثلا یکی دیگر رو ببینیم میتونیم بیاین اینجا انتخاب بکنیم بین سفرهای قبلیتون، ولی مثلا الان در حال حاضر باید اول این سفر جدیدم رو آپدیت کنم و ببینم دیگه، پس رو آپدیت میذارم. وقتی که آپدیت رو انجام دادین اینجا یه جدولی واسهتون ایجاد میشه، میگه هر کسی هر شخصی نرخ مشارکتش چقدر بوده تعیین کرده بودین و چقدر در سفر پرداخت کرده، مثلا علی 90,000 تومان پرداخت کرده، آرمین 20,000 تومان، بقیه هیچی پرداخت نکردن، تراز مالیتون چقدر بوده چون قرار بوده شریکی باشین همه، آرمین 7500 تومان کمتر از اون چیزی که برنامه داشته خرج کرده، علی 62,500 تومان بیشتر خرج کرده و هر کدوم از اینا هم منفی 27,500 تومان هستن، یعنی کمتر از اون چیزی که برنامه پی لستن اسکیجول، اون چیزی که کمتر از برنامه داشتن خرج کردن، پس این افراد باید به علی الان پول بدن. بعد مثلا این 27,000 تومان، اینم 27,000 تومان، آرمینم 7500 تومان به علی پول بده بر اساس هزینه‌های واقعی که انجام شده. ببین ما برنامه نشیم 1,560,000 تومان خرج کنیم ولی در کل حالا چون داشتیم مثال می‌زنیم 110,000 تومان خرج شده، نمی‌بینیم 1,560,000 تومان که برنامه داشتیم رو تقسیم بکنیم دیگه، اون چیزی که واقعا خرج شده اینقدر بوده و سهم هر کس تعیین شده که چقدر باید به علی یا افرادی که مثلا بیشتر یا کمتر خرج کردن بدم. خب جدول بالا هم میگه که آقا من تو مثلا چقدر هزینه اقامت کردم، چقدر برنامه داشتم هزینه اقامت بدم، چقدر هزینه حمل و نقلم شده، تفریحم شده و در مجموع چقدر خرج کردم و چقدر برنامه داشتم خرج کردم. اینجا هم میتونید مقایسه کنید که هزینهاتون تو چه قسمتایی بیشتر بوده و چقدر برنامه داشتیم و اینم میانگین هزینه در روز هستش. اینجوری به من نشون میده که آقا مثلا من میرم شما در روز اینقدر هزینه بذار هر کدوم از اینا میکنم و در روز 55,000 تومان هزینه میشه، بر فرض اگر برم جنوب هزینه 40,000 تومان در روز میشه. اینطوری میتونم سفرامو حالا تو نمودارایی که تو سفر بعد داریم مقایسه کنم، تو اینجا هم میتونم مثلا یه دیده خوبی داشته باشم تو این سفرم میانگین در روز چقدر شده، 4 نفری رفتیم شمال. این هم یه نموداری هستش که در مجموع کل سفرهای من تا الان رو نشون میده، یعنی کل سفرهای من تا الان هستش، این در واقع درصد هزینه در هر طبقه هزینه هست. خب که به ما داره نشون میده که
این داره به ما نشون میده که من در مجموع توی همه سفرها از گذشته تا الان و این هم شاملشه، 18% هزینه ها مربوط به اقامت بوده، 32% از هزینه ها مربوط به غذا و خوراک بوده، یعنی بیشتر هزینه های من مربوط به خوردن بوده و 25%شون هم مربوط به خرید بوده که حالا سوغاتی خریدم و چیزهای مختلف. اینجا بهم نشون میده که من وقتی میرم مسافرت بیشتر تو چه مواردی خرج میکنم و اگر میخوام کم خرجتر برم چیا رو باید کمتر کنم. و در صفحه بعدی هم نمودارها رو میبینیم که این نمودارها در واقع مقایسه بین سفرهای کلیه من هستش. مثلا تو اینجا من رفتم لندن اینقدر خرجم شده به ریال، رفتم اروپا رو دیدم اینقدر خرجم شده، رفتم نیویورک و تو آمریکا دیدم اینقدر خرجم شده، رفتم جنوب اینقدر خرجم شده، شمال هم اینقدر. این میانگین هزینه در روز هست، یعنی من به طور میانگین اگر برم مثلا نیویورک 9 میلیون در روز خرج کردم. حالا اینا رو همه رو تصادفی زدیم دیگه. یا اگر بخوام برم جنوب 621000 تومان خرجم میشه به صورت میانگین. البته تعداد افراد هم مهمه دیگه، باید در نظر بگیریم. بعد توی اینجا بعدی به من میگه که آقا من تو هر کدوم از این سفرهایی که رفتم در مجموع چقدر هزینم شده و چقدر برنامه داشتم هزینه کنم. آبی کل هزینه‌های واقعی من بوده و اینقدر برنامه داشتم هزینه کنم و این اختلاف بینشون نشون میده که چقدر من توی برآورد هزینه‌ها موفق بودم یا نبودم. اینجا نشون میده که خیلی اختلاف وجود داره، اینجا مثلا نشون میده خیلی دقیق چون این را بوده تونستم برآورد کنم. و اینم تعداد روزهای من هستش، یعنی من چقدر برنامه داشتم مثلا برم اروپا رو ببینم و چقدر واقعا رو برنامه رفتم. مثلا اینجا من برنامه داشتم که اینقدر تعداد روز برم شمال رو ببینم، اما در واقعیت کمتر رفتم، رفتم و برگشتم، نرفتم دیگه برگشت رو ببینم. خب این نمودارها هم محدود نیست به این چیزا، شما میتونید نمودارهای خودتون رو هم بکشین و اینجا قرار بدین. چطور؟ ما اینجا سه تا شیت دیگه داریم. یه دونه پلن دیتا هست، داده هایی که برسه برنامه ریزی هستن و ما وقتی که برنامه ریزی کردیم داده ها اینجا ذخیره میشن. یه دونه اکچوال دیتا هستش که در واقع اون هزینه های واقعی من تو این جدول ذخیره میشن. و بیسیک دیتا هست که این دوتا رو واسه اون در واقع لیست ما هستش، طبقه هزینه ها هستش، میتونید تغییر بدین. توجه کنید اگر این راه ها رو تغییر میدین توی سامرایزد پلان همه اینا رو باید تغییر بدین، یعنی از دیز دیتیل گرفته هر جا که اقامت حمل و نقل خرید و سفر داریم مدت تغییر بدین و توی اکچوال تا که هیچی توی ترابل ریپورت هم باید تغییر بدین چون فرمول ها از روی اینا میخونن. خب باید یه چیزی رو در نظر بگیریم که من وقتی داشتیم مثلا برنامه ریزی سفر میکردیم توی دیز دیتیل چیزی به نام دیگر موارد نداشتیم، چون نمیتونیم پیش بینی کنیم یه حادثه ای رخ بده یا چیز چقدر خرجمون بشه. اما توی actual cost ما میتونیم اینجا مثلا یه حادثه ای رخ داده خدای نکرد و مجبور شدیم بریم دکتر، این جزء مثلا هزینه سفرمون نبوده، دیگر موارد رو میتونیم انتخاب بکنیم و ثبت بکنیم. و این در واقع مواردی هستش که ما هزینه کردیم برای کارهای پیش بینی نشده، مثل مثلا دکتر رفتن، مثل مثلا یه ماشین خدای نکرد تصادف کنه و اینجور موارد ریسکایی هستش که ممکنه رخ بده. و اینجا میتونی اینا رو داشته باشی. خب یه جدول دیگه هستش که در واقع تو این جدول من هزینه ها و روزهایی که تو سفرهای مختلف رفتم و مجموعشون رو ذخیره میکنم و اینجا ذخیره میشن و اینها در واقع مجموع هزینه ها تو هر سفر من هستش که بر اساس این میتونم مقایسه بین سفرها در هزینه های مختلف رو انجام بدم. پس اینا این ستا تب، این ستا شیت، پلان دیتا، اکچوال دیتا و بیسیک دیتا برگه هایی هستن، شیت هایی هستن که داده های من رو ذخیره میکنن. یه شیت دیگه هم پیوت تیبله که از طریق این تونستم گزارش ها رو بگیرم که میتونید اون رو هم ادیت کنین. من اینو هاید میکنم که حالا زیاد توی دید نباشه، ولی اگر خواستین ادیتش کنین آن هایدش میتونین بکنین. خب وقتی که این اکسل رو باز میکنین حذف اطلاعات گذشته رو انجام بدین. من خودم البته این حذف میکنم که شما دیگه لازم نباشه این کار رو انجام بدین.
و ذخیره اطلاعات گذشته به شما کمک میکنه که فرض کنیم مثلا تعداد زیادی سفر رفتین، میخواین حالا اینا قدیمی شده اینا رو یه جا ذخیره کنین، سفر جدیدتون رو داشته باشین، یا نه کلا میخواین اطلاعاتتون رو ذخیره کنین که یه موقعی نپره. این مثلا جداول مهمه که بعداً مثلا یه خدای نکرده یه اتفاق افتاد بتونین راحت کپی پیس کنین یه جا. میتونین ذخیره اطلاعات گذشته رو بزنین، یه میگه کجا سیو کنم واسه مثلا تو دسکتاپ، اوکی میکنی، یه اسم بهش بده به این بکاپی که میخوای بگیری مثلا بکاپ یک و اوکی بزنید. وقتی که این کار رو انجام بدین از تمامی اطلاعات خامتون اینجا ذخیره میکنه و توی دسکتاپ الان واسه من انداخته که میتونه اگر بازش کنم میبینی که این سه تا جدول اصلی من که اطلاعات خام توشون قرار داره ذخیره شده. و یه مورد دیگه هم که توی تراول ریپورت اگر برین میتونین ذخیره پی دی اف کنین که اگر این رو بزنین دوباره میپرسه کجا ذخیره کنم، دسکتاپ مثلا یه اسم رو باید بهش بدین مثلا آنالایز ریپورت سفر فلان، میتونین اون رو ذخیره کنین که یه پی دی اف خروجی میگیره که این رو میتونین مثلا واسه دوستانتون یا کسایی که تو این سفر با شما همراه بودن بفرستین که ببینین تو چه هزینه‌ای کردین، تو چه مواردی هزینه شده و چقدر مثلا این گزارش رو واسه دوستانتون هم بفرستین که داشته باشن، یا خودتون هر دفعه که سفر میکنین رو ذخیره کنین که داشته باشین. خب این هم مواردی هستش که توی این اکسل باید توجه کنین و واسه استفاده از اون بتونین به راحتی ازش استفاده کنین. ممنون از توجهی که داشتین، خدا نگهدار.